فروی پیامی برای من فرستاد، یکی از دوستان، که آیا امینی شما چون در کالیفرنیا نشستید و بزرگترین گرفتاریتون در این هستش شاید هوا گرم بشه یا سرد بشه، در نمیآوید وضع ما رو. البته یکی از دوستان خیلی خوب منم هستن. و چه گرفتاری دارد که حالا آمریکا، آقای ترامپ یا پادشاه عربستان و آقای نتانیاهو یه کاری کنند شر این حکومت از سر ما کم بشه و حالا بعد شما درست خواهیم کرد؟ من زمان کافی برای پاسخ ایشون رو نداشتم، حتما پاسخ خواهم داد از راه تلگرام. این نوع کژاندیشی ها رو خیلی ها داشتند در مورد عراق. صدام حسین رو اگر براندازیم حتما اوضاع درست میشه. این قذافی بروی آدم کش و دستن در کار تروریسم اگر به یاری نیروی مشترک فرانسه و بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برانداخته بشود، حتما پیامده اون چیز خوبی خواهد بود. یه سری به عراق بزنید، یه سری به لیبی، ببینید که پیامده اون چه بوده. بغداد امروز اگر هم آرام باشید، بغداد مذهبی است، یک بغدادی است که زن در اونجا دارای جایگاه بلندی نیست. شاید در یک شهرهای کردنشین یا شهرهایی که برهوی اقلیم کردستان در اونجا چیره است، زنان دارای حقوق نسبتاً بهتری هستند، ولی روی هم رفته در عراق ما با یک فاجعه روبرو هستیم. لازم نیست حتی به برگردید به نگاه کنید به عراق، برگردید به خود ایران، به همه اونهایی که از جمله خود من که منتقدان رژیم گذشته ایران بودیم و خیلی ها بر این باور بودند که این از میان برود هرچه بیاید بهتر خواهد بود و ما تکلیف آینده رو روشن خواهیم کرد. خب خیلی از آدم ها، از جمله آدم هایی که در زندان رژیم گذشته ایران بودن، حسرت میخورند به دوران محمد رضا شاه نسبت به دوران جمهوری اسلامی. یعنی اونهایی که حتی شلاق حکومت پهلوی رو بر گرده خودشون دارند، آثار شکنجه رو دارند، حاضر نیستن از این پیامد پشتیبانی کنند. بنابراین هر تغییری بهتر نیست. تغییر باید با هدف باشد، با انگیزه باشد. اینکه این حکومت برود تکلیف رو ما بعداً روشن خواهیم کرد، یعنی تجزیه ایران، یعنی از میان رفتن ایران یک پارچه، جنگ داخلی و پدیده ای که به هر روی به سود دو کشور بزرگ این منطقه است، عربستان و اسرائیل. دو کشوری که همواره ایران نیرومند خاری در چشم اونها بوده، حتی در زمان پادشاهی محمد رضا شاه. مگر عربستان جرأت میکرد از این کارها بکنه؟ اسرائیل خودش رو هم پیمان با ایران میدانست، نزدیک بود با ایران. امروز عربستان و اسرائیل سخت هوادار تجزیه ایران هستند، چند پارچگی ایران هستند. برای اونها جنگ داخلی در ایران نعمتی است. این است که این سخنان رو کنار بگذاریم که اگر تغییر به هر قیمت باشد به سود ماست. نه، این تغییر باید حساب شده باشد، این تغییر باید بدور از خشونت باشد و باید با چشمانداز یک دولت سکولار، یک حکومت غیر دینی بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر انجام بشود و ایران بازگردد به خانواده متمدن و پیشرفته جهان. ما تمام ابزارهای پرواز به سوی یک ایران پیشرفته رو داریم. ما میتوانیم خودمون رو به نزدیکی‌های اروپای پیشرفته برسانیم. گرفتاری ما این بغرنج سیاسی است که در برابر ما ایستاده. گرفتاری‌های فرهنگی زیادی هم داریم. کدام کشور است که ندارد؟ بروی بازگردیم به بخش دومی که میخواستم امروز با شما گفتگو کنم. زمان زیادی نمانده، هفته آینده همه برنامه رو به این خواهم پرداخت. چون گفتگو بر سر کوشش برای تغییر حکومت در ایران به یاری ایالات متحده آمریکا و عربستان اسرائیل است، این ماجرای برانداختن مصدق بار دیگر زنده شده. چند روز پیش پس از اینکه دولت ایالات متحده آمریکا سالهای درازی کتمان میکرد که سندی
منتشر نشده در مورد کودتای 28 مرداد در دست داره، گفته میشد بیشتر اسناد CIA در یک انباری بوده و این انبار از میان رفته. به یک باره یک مجموعی به صورت کتاب در واقع کتاب الکترونیک در تارنمای وزارت امور خارجه از سوی بخش تاریخ شناسی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شد. من همه این اسناد رو فرصت نکردم بخوانم. به راستی شگفت انگیز است. این آدم هایی که میگویند کتاب نوشتن در این زمینه، از این سوداگران با تاریخ کتاب نوشتن، بله، اصلا ایالات متحده آمریکا تا همون دو سه هفته پیش از 28 مرداد اصلا فکر نمی کرد که میخواهد درگیر یک کودتا یا برنامه ریزی بشود. این گزارش ویلبر ساختگی است. این گزارش رو درست کردن، اصلا نبوده در اسناد سازمان CIA. اگر هم بوده موضوع براندازی نیست. در حالی که با انتشار این کتاب ما در میابیم اون بخش هایی که در لابلای اسناد موجود گم شده بود و ما امروز دست یافتیم، و من باور کنید که دو سه شب است که کم خوابیدم و این اسناد رو جستجو و بازیابی میکنم، در شگفت هستم که این آدم ها با برپای کدام سندی این حرف های بی پایه رو هنوز پراکنده می کنن. من اینک سندی در دست دارم، یعنی کپی سندی رو در دست دارم. زمان زیادی هم نمونده، من این رو البته در هفته آینده خواهم فرستاد که روی صفحه باشد. این مهر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکاست که در بالای این سند است. این سند گزارشی است از رئیس سازمان CIA، یعنی آقای دالس، یکی از دو برادر آلن دالس. میدانید که جان فاستر دالس وزیر امور خارجه آمریکا شد و جان فاستر آلن دالس رئیس CIA شد. این دو برادر برجسته ترین مهره های دولت آیزنهاور در دوره نخست ریاست جمهوری او بودند. اصلا با این برنامه آمدن که چگونه سیاست ایالات متحده آمریکا رو از سیاست دوران روزولت و به ویژه ترومن دگرگون کنند. ترومن هوادار یک نوع کارهای انسانی در جهان بود، همون اتهامی که خیلی ها به آقای کارتر میزنن که این آدم میخواست حقوق بشر گسترش پیدا بکند. البته ترومن از حقوق بشر سخن نمیگفت، ولی اون پروژه اصل چهاری رو که در مجلس ایالات متحده آمریکا مطرح کرد و به تصویب رساند همین بود که ما باید یاری برسانیم به پیشرفت کشورهایی که در تکاپوی پیشرفت هستند، در جستجوی پیشرفت و زندگی بهتر و مدل های دموکراتیک و پیشرفته هستند. آیزنهاور آدم خیلی سیاسی نبود، یه شخصیت نظامی بود، ولی چشماندازی رو که دنبال میکرد با این اندیشه های دالس و دیگران خیلی نزدیک بود. ولی این دو آدم، دو برادر، مهره های اصلی سیاست خارجی دولت آیزنهاور شدند با آدم هایی که پیرامونشون بود. و جالب اینجاست که این دو برادر، یکی از اونها به ویژه، یکی از پارتنرها، هم دارندگان یک شرکت حقوقی بود که شرکت نفت ایران انگلیس یکی از مشتریان اون به شمار می آمد. بنابراین پایان دادن به بحران میان ایران و شرکت نفت ایران انگلیس جزء برنامه اونها شد. 3-4 دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمانده. این نامه خیلی جالبه. این نامه است که دالس در 10 اسفند 1331، یعنی یک روز پس از ماجرای 9 اسفند 1331 که کوششی بود برای برانداختن مصدق، به بهانه‌ای که مصدق از سفر شاه
میخواسته شاه رو به خارج بفرسته که کاملا دروغ بوده. من این اسناد رو نشان دادم که اصلا شاه میخواسته از ایران خارج بشه و علا در یادداشتش وزیر دربار می‌نویسد که رئیس در، یعنی اصلا آدم وزیر درباری که بسیار هم نزدیک بوده با محمد رضا شاه، میگوید که مصدق مخالفت میکرد با رفتن شاه از ایران، میگفت تنها همسر او از ایران برود برای معالجه، چون بهانه معالجه بود و ماجراهایی که اشاره نمی کنم در جلد دوم کتاب سوداگری با تاریخ به اون پرداختم. در این سند، سند دهم اسفند، برخلاف آنچه که میگویند که ایالات متحده آمریکا تا آستانه 28 مرداد سودای براندازی مصدق رو نداشت، در این سند آقای دالس گزارش میدهد که وضع ایران چگونه است، نیروبندی ها چیست، آقای کاشانی، ملا کاشانی تا چند اندازه با ما نزدیکه، با دربار نزدیکه، نیروی ما در دست در درون سفارت، در ستاد سیایه در ایران، در اون ساختار نظامی که از هنگام آمدن متفقین به ایران در ایران بازمانده بود تا چه اندازه است، ما چه نفوذی برای برانداختن مصدق داریم و چرا باید از امروز تدارک ببینیم برای تغییر سیاست، تغییر حکومت در ایران. این گزارش آقای دالس با آیزنهاور در اسفند 1331 است. کودتای 1332، 28 مرداد 32، 6 ماه پس از این روی می‌دهد. 6 ماه اندی. ولی در این گزارش می‌گوید که ما چه نیروهایی در دست داریم برای پایان دادن به حکومت مصدق و این رو باید آغاز کنیم. گزارش‌های دیگری است که گواه بر این است که با جزئیات تغییرات در ایران رو دنبال می‌کردند و برنامه ریزی می‌کردند. سند دیگری است، در پایان برنامه هستیم، تنها این رو به آگاهی شما برسانم. خیلی ها می‌گفتند که این گزارش ویلبر بعدها ساخته شده. این سند ماه یکم جوان 1953 از نیکوزیاست، قبرس، جایی که ویلبر و همتای بریتانیاییش رفته بودند و گزارش برنامه برای براندازی مصدق رو آژاکس رو تنظیم کرده بودند. این یکی از تنها بخش های اسناد است که سفید است. میپذیرند که این گزارش وجود داره، ولی این گزارش رو هنوز حاضر نیستند منتشر کنند. البته این گزارش رو در دست داریم، این گزارش رو به نیویورک تایمز و جاهای دیگر درس کردند و منتشر شده، ولی خود CIA و وزارت امور خارجه آمریکا هنوز این رو قابل انتشار نمیدونند. ولی مستند است که در اول جوان 1953 از نیکوزیا، قبرس، ویلبر و همتای بریتانیاییش گزارشی فرستاده برای وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا و همچنین در همون زمان برای بریتانیا، برای اینکه چگونه مصدق رو میتوان برانداخت. این همون گزارشی است که بعدها در گزارش 6 ماه بعد از کودتای ویلبر بازتاب یافته. تا هفته آینده، روز و روزگار بر شما خوش باد.